آمدن بر مزار پدر را بسیاری تجربه کرده و می کنند و بسیاری خوشبختانه نه، اما تلخی هر ساله در گورستان مونپارناس حاضر شدن بر مزار فردی است که برای ایران جان باخت و حالا فرزند بازمانده پاتریک بختیار از غرب امریکا در گردهمایی سالانه روز ششم اوت در این محل حاضر شده است. گلهای تازه شده و عکس سروش کتیبه و شاپور بختیار یادآور تکرار بیقانونی و ضد قانونی بودن جمهوری اسلامی است. بازگویی دردها و پاسخگویی ها برای فرزند او در برابر دردها کار ساده ای نیست. او میگوید پدر من فقط یکی از قربانیان است و نه بیشتر. گذشت سالها عادت نشده است. بار سنگینی است که بر دوش اخلاق و باور هر یک از ما گذاشتند. در پشت هر نگاه نگفته‌ای نهفته است. افسردگی 25 ساله شد. راه و روشنایی را شاپور بختیار گفته، اما کوردلان آن را به تاریکی بردند. سخنانی که در این گزارش می آید دیروز و امروز هر یک از ماست، ولی داور تاریخ است و امیدواری در همین. ما هر سال از به درستی و به حق از دکتر شاپور بختیار سخن میگوییم و سخنرانان امروز نیز چنین خواهند کرد. اجازه بدهید که امسال این مناسبت را ازش استفاده کنم و از سروش کتیبه برای شما بگویم. جوانی مشتاق زندگی، مؤدب، سربزیر و همکار صمیمی و وفادار دکتر بختیار. همه اونهایی که به ملاقات دکتر بختیار می رفتند می دانند که در ابتدا مورد استقبال ایشون قرار می گرفتند، آماده پذیرایی بود و با ادب خاص خودش و سربزیری خاص خودش دوستان رو مشایعت می کرد، مدعوین رو مشایعت می کرد و دوباره در محلی که نشسته بود می نشست. یاد او رو امروز از صمیم قلب گرامی می دهیم. 25 سال است که نهضت مقاومت ملی ایران همه ساله در روز 6 اوت این مراسم را برگزار می کند تا یاد مردی را گرامی بدارد که قتلش بزرگترین ترور سیاسی تاریخ 37 ساله ایران است. این قتل به دستور علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و مدیریت علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی و سایر کارگزاران و گماشتگان جمهوری اسلامی انجام گرفت و همه این یکایک افراد میبایستی هرچه زودتر به وسیله یک دادگاه ملی یا یک دادگاه بین المللی محاکمه بشوند و به مجازات جنایاتی که مرتکب شدن برسند، نه تنها در قبال این قتل بلکه در قبال قتل‌های دیگر و جنایات علیه بشریت که قتل‌های تابستان سال 67 یکی دیگر از نمونه‌های بارز و بزرگش. جنبه با اهمیت دیگر این گرد همایی سالانه در شهر زیبای پاریس نه تنها به منظور گرامی داشته یاد دکتر شاپور بختیار و منشی وفادارش سروش کتیبه است، بلکه برای مرور، استمرار و بزرگداشت ارزش‌هایی است که تجربه نخست‌وزیری دکتر بختیار برای ایرانیان دموکرات و آزاده به یادگار بود. کار آسانی نیست. از پی زنده نگه داشتن یاد و نام شاپور بختیار است. از پی ایجاد محفلی یک ساعته. هر سال تنی چند از محترمین رخت بربستند. ایران هرگز نخواهد مرد. آیا به نظرتان بهتر نیست جای این که این درس سالانه را به یک دیگر بدهیم؟ این درس ها را به دیگران، به هم نسلان من بدهیم؟ هم نسلانی که علی رغم دروغ های جمهوری اسلامی، مهملات بنی صدری، چاخان های اسرائیلی، به روان پاک آزاد مردی که اینجا خفته درود میفرستم. رویت را برگردان ای هم میهن، به جلوت نگاه کن، بختیار را در پس ذهنت داشته باش، راهش را در پیش رو، نه برعکس. فردوسی در جنگ پشن و شکست و فرار ننگین ایرانیان سرود و درستم سرود، برفتند از ایرانیان هر که زیست،
بر آن زندگانی بباید گریست. 25 سال پیش شاپور بختیار رو به صورت فجیعی کشتند. 2 روز پیکرش در خانهش مانده بود و کسی از قتلش با خبر نبود، از یاران و دوستانش. ولی خب سران جمهوری اسلامی بودند. خود رفسنجانی تو کتاب خاطراتش نوشته که در روز 15 مرداد فلاحیان وزیر اطلاعات اومد و اخباری راجع به ضد انقلاب داد، همون روزی که قرار بود بختیار کشته بشه. فرداش در کتابش نوشته که فلاحیان آمد و اطلاع داد که بختیار و یکی از کارکنانش رو کشتند، ولی تا آخر شب هنوز هیچ خبری رو رسانه‌های جهانی ندادند. همون شب که این خبر رو میشنوه به دیدار خامنه‌ای میره و کشته شدن فروغ بختیار رو شاد باش میگه به علی خامنه‌ای، چون به هر حال براشون مسئله بسیار مهمی بود، کشتن بختیار، زدن اپوزیسیون. و فرداش باز هم فلاحیان برای روز سوم میره و باهاش دیدار میکنه و میگه گروگان‌های انگلیسی رو آزاد بکنید، برای اینکه خبر آزادی گروگان‌ها در رسانه‌های جهانی این خبری کشته شدن بختیار رو زیر سایه ببره. اما در اینجا، در زمانی که رفسنجانی با خبر بود از این قتل، پسر بختیار چند بار زنگ میزنه به منزل پدرش، چون چندین بار دوستان و یارانش زنگ زده بودن، ولی خب اینها تلفن رو برداشته بودن برای اینکه صدای اشغال بزنه. او هرگز در پی ثروت اندوزی نبود، همچنان که هرگز در پی کسب قدرت برای منافع شخصی نبود. پس از کودتای 28 مرداد که به زندان میفته، او معاون وزیر کار بود در دولت مصدق، بهش پیشنهاد شد که با 1 درجه ترفیع بیاد و وزیر کار دولت زاهدی بشه، ولی او نپذیرفت و در زندان ماند. و بعدش هم خب بالاخره از خیشان ملکه آن زمان بود و همینطور پسرعموی فرماندار نظامی متنفذ تهران تیمسار تیمور بختیار، و اگر دنبال قدرت بود طبیعتاً در همون دوران پهلوی دوم بهترین فرصت‌ها رو داشت. اما به نهضت مقاومت ملی پیوست و بعدش باز هم به زندان افتاد در حدود 3 سال. برای همین کسانی که میگن بختیار برای قدرت طلبی نخست وزیر شد، خب اینها کسانی هستن که زندگی سیاسی شاپور بختیار رو نمی‌شناسند. البته من در اینجا تنها به عنوان یک شاهد گذرا شرکت کردم، برنامه نداشتم، ولی بر روی جدن برای من هم باعث افتخار هست، هم اندوه که بر مزار زنده یاد بختیار ایستادم. ایشان به راستی ادامه کوشش آزادی خواهان سکولار ایران برای رسیدن به یک حکومت غیر دینی، حکومت به دور از استبداد و خودکامگی در ایران بودند. به داوری من رفتار ایشان ادامه قانونگرایی بود که از زمان مشروطه آغاز شده بود و برجسته ترین نماد اون زنده یاد احمد مصدق بود. یاد زنده یاد بختیار گرامی باد. سپاسگزارم. من سینا اخباری هستم. من سال 45 ساله افتخار میکنم که آقای دکتر رو تونستم بشناسم وقتی زنده بوده و ایشون قهرمان بزرگ ایران بود و در راه ایران کشته شد و ما برای افتخار به این چهره بزرگ تاریخ ما اینجا هر سال میایم و یک فکری به ایشان میکنم. سپاس میکنم. از نظر من که بقیه رهبرهای جبهه ملی رو هم از نزدیک میشناختم، در فعالیت بودیم، از نزدیک که چی بگم، اینها بزرگتر از ما بودن، در فعالیت بودیم، در تماس بودیم. دکتر بختیار آدم فاضلی بود، آدم کتابخونی بود، آدمی بود که مسلط بود به مسائل روز ایران و از همه مهمتر این که آدم شجاعی بود. و مهمترین خصیصه ای که بین ایشون و بقیه رجال سیاسی ایران ذکر بکنیم، توجه دکتر بختیار به امر لایسیته بود و این امر اصلا مربوط به سیاست ایران نبود، مربوط بود به ایام تحصیلات دکتر بختیار، تز دکتر بختیار. من حالا سندش یادم نیست، ولی میدونم که توی زندان هم دکتر بختیار به دلیل دفاع از
اصول و پرنسیپ های لایشیته شدیدن مورد حمله دیگران بود. به هر حال دکتر بختیار توی تاریخ عقاید سیاسی قرن ما اهم از اینکه اشخاص موافق باشند، مخالف نباشند، اختلاف داشته باشند، انتقاد داشته باشند، تحسین داشته باشند، دکتر بختیار یک مقامی هستش که وجود داره، حضور داره و نمیشه تأثیرات ایشون رو در نسل جوان فراموش کرد. هر سال میان برای که 25 سال پیش این اتفاق پیش اومد و فکر و حرف و جاویدانی بختیار همیشه موند، برای اینه که هر سال میام اینجا برای که نفس بکشیم همه اینا رو. در پاسخ به پرسش شما میباید بگویم که برای هر انسانی که به بهروزی میهنش و به بهروزی مردم میهنش میاندیشد و هم به وظیفه انسانیش، طبیعی است که مسائل در بطن زمانی و خودش توجه داشته باشه. امروز اونچه از شاپور بختیار برای من به یادگار میمانه و همواره در ذهن من زنده است و این است که مجموعه سرمایه نظری و اجتماعی که شخص در درازنای یک مبارزه اجتماعی و فرهنگی در درازنای عمرش به دست آورده است، در یک بزنگاه تاریخی میباید قطعاً به سود بهروزی آینده کشورش خرج کند. یعنی از آن پیشتر که به فکر وجیه الملگی خودش باشد، یعنی از آن پیشتر که به فکر این باشد که موج برخواسته از یک التهاب کور چه میگوید، به خردش و به تجربهش و به ارزش‌های بنیادیش باور داشته باشد و عمل کند، هم اگر چند به ظاهر در تقویم شکست بخورد، چنان که بختیار نماد عالی این مفهوم بود که در تقویم باخت و در تاریخ برد.